درود بر شما ایرانیان همراهان عزیزم در برنامه امروز با دو خبر بسیار مهم و تحلیل آن در خدمت شما هستیم با من همراه باشید تهدید خامنه ای توسط اردوغان برای حمله به آذربایجان فاجعه پشت فاجعه قسمتی از کانال تاریخی تخت جمشید فرو ریخته از شما همراهان عزیز می خواهیم که لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و در قسمت کامنت های این ویدیو نظرات خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما بنویسید. تنها حمایت شماست که میتونه فعالیت رسانه آوای ایران رو تضمین کنه. تهدید خامنه ای توسط اردوغان برای حمله به آذربایجان اتفاقاتی که در طی سه هفته گذشته در خاور میانه در حال وقوع است جمهوری اسلامی را در یکی از پیچیده ترین تنگناهای تاریخی چهل سالی خود قرار داده است. حمله مستقیم به داخل خاک ایران آن هم از طرف دشمن خونی و قسم خورده شکی باقی نمی گذارد که هفته های پر در انتظار مردم ایران و اسرائیل خواهد بود. در این میان همسایگانی که سالها روابط حسنه با جمهوری اسلامی برقرار کرده بودند حالا احساس خطر می کنند و حتی آماده هستند برای حفظ امنیت خود با حکومت خامنه ای وارد جنگ بشوند. های آذربایجان و ترکیه از دو سال پیش به واسطه یه جنگ ارمنستان مشکلات مرزی و امنیتی زیادی با جمهوری اسلامی پیدا کردند پزشکیان رئیس جمهور آذری زبان ایران دو هفته پیش در سخنانی عجیب و بیسابقه پیشنهاد داد برای تلافی حمله اسرائیل به ایران به آذربایجان حمله شود سخنانی که باعث خشم مقامات ترکیه به عنوان متحد اصلی آذربایجان شد حالا خبری در رسانه های محرمانه منتشر شده مبنی بر تهدید ایران توسط ارتش اردوغان رئیس جمهور ترکیه مستقیما به خامنه این نامه نوشته و گفته هر حمله به خاک آذربایجان حتی اگر پایگاه اسرائیل باشد ترکیه را وارد جنگ با ایران خواهد کرد جمعه گذشته روزنامه تلگراف در مقاله‌ای به قلم اختر ماکویی نوشت مقام های جمهوری اسلامی درباره چگونگی واکنش ایران به ترور اسماعیل هنیه در تهران هم رأی نیستند فرماندهان ارشد سپاه بر حمله مستقیم به تلاویو و دیگر شهرهای اسرائیل با هدف قرار دادن پایگاه های نظامی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان پافشاری می کنند. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران حمله به پایگاه های مخفی اسرائیل در جمهوری آذربایجان یا کردستان عراق را پیشنهاد می کند. در مقاله تلگراف به نقل از دستیاران نزدیک پزشکیان آمده است رئیس جمهور جدید ایران نگران است حمله مستقیم به اسرائیل پیامدهای جدی داشته باشد به گفته یکی از دستیاران او پزشکیان پیشنهاد کرده است جایی را در جمهوری آذربایجان یا کردستان عراق که مربوط به اسرائیل باشد هدف قرار دهند و پیش از حمله به رهبران جمهوری آذربایجان یا اقلیم کردستان اطلاع دهند و کار را تمام کنند به نوشته یک تلگراف رئیس جمهور ایران همچنین پیشنهاد کرده است جمهوری اسلامی حزب الله را به سلاح‌های پیشرفته‌تر مسلح کند و بگذارد با پشتیبانی نیرومند ایران وارد جنگ با اسرائیل شود. بلافاصله منابع رسمی جمهوری آذربایجان از مقامهای ایرانی درباره این خبرها توضیح خواستند. اما با توجه به باستاب گسترده خبرها در رسانه ها و محافل بین انتظار می رفت رسما تکذیب کنند که این کار انجام نشد. ایران جمهوری آذربایجان را به هر حال متحد اسرائیل می‌داند. و در بیشتر ضربه هایی که تاکنون در درون مرزهای کشور از اسرائیل خورده است آن جمهوری را مسئول و پاسخگو دانسته است کارزارهای مطبوعاتی و روزنامه نگاران و تحلیلگران وابسته به جمهوری اسلامی بر ضد جمهوری آذربایجان نشانه کینه است که رهبران ایران به حق از آن کشور به دل گرفتند سالهاست رسانه های ایران از احتمال حمله اسرائیل از جمهوری آذربایجان به ایران سخن میگویند در 19 همه آوریل گذشته یک هفته پس از حمله پهبادی و موشکی ایران به اسرائیل وبگاه تابناک وابسته به اصولگرایان ویدیویی را با زیرنویس فارسی پخش کرد که در آن یک کارشناس عرب به تلویزیون اسرائیلی آی 24 نیوز با اشاره به روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل می گفت که احتمال حمله اسرائیل از آذربایجان به ایران به مراتب بیشتر از احتمال حمله آن کشور از عربستان سعودی است در 16 همه آوریل امسال یعنی سه روز پس از حمله پهبادی و موشکی ایران به اسرائیل وبگاه مشرق نیوز از قول مشاور ارشد نتانیاهو و مشاور امنیت ملی موساد نوشت در طول 24 سال گذشته بیش از 50 فرمانده ارشد اسرائیلی تحت نظارت ناتو و با همکاری نزدیک با ترکیه توانستند ساختار نظامی و امنیتی آذربایجان را با سازی و سازماندهی کنند فروش تسلیحات نظامی، ساخت کارخانه های تولید پهبات پیشرفته، برگزاری بیش از 146 دوره آموزشی برای فرماندهان ارشد نظامی آذربایجان و برگزاری دهار ها رزمایش مخفیانه مشترک سالانه در دریای خزر جنوب آذربایجان و در امتداد مرزهای این کشور با ارمنستان و ایران گوشه ای از زمینه های اصلی همکاری تلاویو و باکوست آیا می توانید کشوری را نام ببرید که ما با آن چنین روابطی داشته باشیم؟ در مقاله مشرق نیوز همچنین میخوانیم که از مشاور نتانیاهو پرسیدند چگونه است اسرائیل تا این حد همکاری گسترده با دولت آذربایجان دارد اما جمعیت مسلمان آن کشور که اکثریت هستند از این موضوع خشمگین نیستند و او در پاسخ گفته است مردم جمهوری آذربایجان مسلمان هستند اما از تحولات خاورمیانه بیخبرند. بنابراین به جز چند نفری که تحت تاثیر ایران قرار گرفتند اکثر مردم آذربایجان هویت مذهبی ندارند و مانند مسلمانان خاور میانه دارای روحیه تروریستی نیستند روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه و تاثیر آن بر روابط میان ایران و ترکیه نیز یکی از موضوعهای پربسامد رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی است وبگاه دیپلماسی ایرانی بارها به این موضوع پرداخته و نگرانی های جمهوری اسلامی را از این موضوع با خوانندگانش در میان گذاشته است همکاری راهبردی ترکیه و آذربایجان نیز برای جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است. کارشناسان ایرانی معتقدند پروژه ایجاد کریدور زنگزور که ترکیه و جمهوری آذربایجان را به هم وصل می کند به نزدیکی ناگزیر ارمنستان به جمهوری آذربایجان و ترکیه خواهد انجامید و ایران در این میان بازنده خواهد بود. زیرا از تنها همسایه مسیحیش جدا خواهد شد و راه ارتباط آن به بازارهای غربی قطع خواهد شد. این کریدور منافع ملی و منطقی ایران را به خطر خواهد انداخت. به گفته بسیاری از آنان، برقراری ارتباط زمینی ترکیه با آذربایجان و راهیابی ترکیه به آسیای میانه از طریق کریدور زنگزور وحدت ملی و تمامیت ارزی ایران را تهدید می کند. در 27 ژوئیه 2024 یعنی کمی بیش از دو هفته پیش وبگاه دیپلماسی ایرانی یادداشتی به قلم محمد گلفروز مدرس علوم سیاسی با عنوان مواضع کشورهای همسایه از جمله ترکیه و آذربایجان نسبت به هر گونه جنگی با ایران چاپ کرد در آن یادداشت از جمله میخوانیم اگر جنگی با ایران درگیرد ترکیه و کشورهای همسوی آن از جمله جمهوری آذربایجان که به یک ایران ضعیف شده میاندیشند و استراتژی منطقی آنها در نهایت بر ضد ایران است یعنی از آشوب چند پارچگی و تجزیه ایران بدشان نمیآید با اسرائیل و ناتو همراه خواهند شد فاجعه پشت فاجعه قسمتی از کانال تاریخی تخت جمشید فرو ریخته قاسم نهاوندی معاون محیط زیست اداره کل محیط زیست استان فارس امروز خبر داد که فرو نشست زمین در نزدیکی تخت جمشید باعث آسیب جدی به یکی از کانالهای تاریخی این محوطه شده است بر اثر ریزش زمین قسمتی از کانال آبیاری باستانی تخت جمشید به داخل چاله فرو رفته به گفته این مقام نهادهای امنیتی رژیم با ورود به این مسئله خواستار سکوت رسانه ها در این باره شدند این مقام دولتی علت فرونشست زمین در زمین های مجاور تخت جمشید را مدیریت ناصحیح و برداشت غیر مجاز آب از شاههای نزدیک این اثر باستانی دانست و گفت که این مسئله می تواند بحران ایجاد کند نهاوندی به سایت رویداد 24 گفت که بیشتر چاهای نزدیک تخت جمشید مصرف کشاورزی دارند و برداشته از این چاخ ها در پی کاهش بارندگی ها افزایش یافته است. آلودگی هوا، بحران کمبود آب و فرونشست زمین سه بحران زیست محیطی هن که نه تنها حیات ساکنان استان فارس که بقایای آثار تاریخی و باستانی این شهر را هم به خطر انداختند. بر اساس نتایج مطالعات تخصصی دانشگاه شیراز در حدود 15 سال اخیر تمام دشت مرو دشت نشست کرده و وسعت و سرعت فرونشست زمین در این دشت پیشرفت قابل توجهی داشته است. داده های این مطالعه حاکی از آن است که در سطح زمین دشت مردشت شکاف های بسیار عظیمی به پهنای 50 تا 70 سانتی متر ایجاد شده و در دشت شیراز شامل محدوده دریاچه مهارلو تا شمال غرب شهر نیز نقاطی فرونشست کرده است. اواخر فروردین امسال محمد سهرابی سرپرست سابق پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی که درباره رویش گلسنگ بر آثار تاریخی و باستانی ایران تحقیقات جامعی انجام داده است وضعیت بناهای تاریخی ایران را از نظر فرسودگی زیستی بسیار آسیبزا و ناپایدار توصیف کرد و گفت که بیستون تخت جمشید پاسارگاد میراث جهانی محور ساسانی چقازنبیل شوش گنبد سلطانیه و گنبد قابوس، تخت سلیمان و برخی کاروانسراهای ثبت شده در میراث جهانی از نظر رشد گلسنگ در وضعیت خطرناکی قرار دارند. گلسنگ نوعی قارچ همزیست با جلبک ها و سیان و باکتری هاست که روی سنگ ها، ها، تنه و ساقه درختان می رویند و می توانند تا چهار هزار سال عمر کنند. یاران و همراهان عزیز بالا کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسانه تیم تحریریه آوای ایران باشید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.